یکی از جمله فاسد کننده های نماز سخن گفتن در نماز است چی به صورت قصدی باشد یعنی عمدی باشد چی به صورت صحوی باشد وقتی که الله اکبر گفتی و دستار بسته کردی دیگه سخن گفتن غیر سخن خودت به الله که با یک دیگر مکالمه دارید دیگه هر سخن حرام است و منظور سخن گفتن خودت به الله این است که تو کلام الله را تکرار میکنی گویا با خداوند در حال صحبت استی. بقیه بقیه سخنها همش نماز فاسد می چه قصدی باشد یا صحوی دوم خوردن و نوشیدن در نماز امکان نداره که تو در نماز نیت بکنی و دروکت رو بخوانی و در وسط دروکت بازی قضایی رو بخوری یا بنوشی یعنی خوردن و نوشیدن کاملا در حین نماز ممنوع است اگر کسی این عمل رو انجام داد و پس به نمازش ادامه داد نمازش درست نیست البته یک چیزی نگفته نماند که بعضی سو استفاده نکنند مثلا اگر کسی نماز فرضش خواند هنوز سنت را نخوانده بود یک گلاس چای خورد یا غذا خورد باز بعدا بلند سنت را خواند این مشکل ندارد اما در حین ایستادن نماز چی در نماز سنت باشه چی در فرض این در وقتی خواندن نماز در او حالت. یا مثلا چهار رکعت سنت پیشینش خواندن است. یک گلاس چای خورد باز بعدا فرض خواند این مشکل ندارد اما در وسط خواندن نماز خوردن و نوشیدن کاملا ممنوع است یعنی یکی از جمله فاسد کننده های نماز محسوب می شود و همچنان خندیدن با صدای بلند طوری که دیگران بفهمن یک کسی سمت راست ایستاده است یا چپ ایستاده است یا پیش رو یا پشت سر شما در نماز خنده کرده اگر خنده به شکل بلند باشد هم وضو میشکند و هم نماز فاسد می شود یعنی خنده قه قهقه اما اگر به صورتی کم هم باشد طوری که نفر پهلویت فهمید نمازت فاسد می شود خنده در نماز نماز فاسد می کند و همچنان بدون عذر روی خود را رو از طرف قبله گرداندن این هم نماز فاسد می کند اما اگر شما در یک طرف نماز می در حقیقت آن طرف شما فکر کردید قبله هست ولیکن در اسنای نماز کسی آمد به شما گفت قبله ای طرف است مقدار روی تن دور بدید به طرف مثلا راست در او صورت باز نماز فاسد نمیشه یعنی او درست است که شما روی از طرف غیر قبله به قبله دور دادید اما اگر در صورت که طرف قبله استاد هستید و بنابر یک عمل یا کاری شما رویتان دور دادید طوری که سینه ایتان از طرف قبله گشت و رویتان نمازتان فاسد میشود و همچنان در داخل نماز با کسی سلام دادن یا به لفظ مشابه اون را به زبان آوردن یا جوابی سلام دهنده را گفتن شما در اسنای نماز بودید یک کس آمد گفت السلام علیکم یک بار از جای نماز گفتید علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، این نماز فاسد میکنه یعنی حق نداری جواب سلام اولا او هم حق نداره کسی که در نماز است به شما سلام بده شما که در نماز هستید کسی به شما سلام بده و شما هم حق نداری در نماز جواب اون را بکویید، و دیگر همچنان انجام دادن عمل کسیر در داخل نماز چنان کاری را انجام دادن که اگر کسی ببیند تصور کند که این شخص در حال خواندن نماز نیست یعنی عمل کسیر. عبارت از این است شما در نماز اعمالی را انجام می دهید یا با خودتان بازی می کنید یا با لباستان بازی می کنید یا سر و صورتتان را دست می کشید طوری که یک بیننده وقت شما را می بینه فکر نمی کنه که شما اصلا در نماز است یعنی فکر می کنه شما نماز نمی خانید. چرا مصروفی انجام اعمال بسیار هستید مثل که خداوند خیر بده دست برادران ما در نماز که استاد میشن یا با لباسشان مشغولن یا سر و صورتشان رو دست میکشن و مصروف اینجا این می است اینطوره که اعمال اعمال یعنی عملی که شما به شکلی شما انجام میدید که بیننده فکر میکنه شما در نماز نیستید این عمل نماز رو فاسد میکند و همچنان بر اثر درد یا مصیبت چنان گریه کردن که حروف بر زبان انسان جاری و نمایان نشود یعنی شما چنان در از غم و مصیبت گریه میکنید اگر رنج به شما رسیده مصیبت این گریه نماز را فاسد میکند اما اگر گریه ای از ترس دوزخ باشد از ترس خدا باشد با خدا از دست گناهانتان گریه میکنید این گریه نماز را فاسد نمیکند اما گریه ای از خاطر مصیبت باشد گریه از خاطر در و رنج به شما رسیده باشد و همچنان غلط خواندن قرآن به گونه ای که معنی اون تغییر کند یعنی شما سوره رو به شکلی میخوانید آیات رو به شکلی میخوانید که معناش تغییر میکند کاملا یعنی تغییر فاحش در معنا میاد در اون صورت هم نماز فاسد میشود و همچنان در وقت برهنه شدن عورت به اندازه ای که یک رکن در در یک رکن در کردن در نماز کشف عورت در نماز این نماز چرا پوشیدن عورت در نماز از جمله فرزهای بیرونی نماز محسوب میشه و البته باز در شرایط دیگر است که اگر برای کسی هیچ لباس هم مساعد نبود یا لباس نشد که امروز ما در شرایط قرار نداره امروز هر کسی برای روی زمین زمینه برای پوشی نبودتش مساعد هست. یک زمان مردم از بی لباسی عورتشان معلوم میشد ولیکن یک زمانی هم حالا هست که ما قرار داریم که مردم از قستن هر نوع لباس بخوان به خدمتشان است ولیکن بازم کشف عورت میکنه این بود از جمله مفسدات نماز یا چیزهایی که نماز را فاسد میکنه هر کدام از این عمل اگر ما انجام دادیم در نماز در داخل نماز وسیله فساد نماز ما میشه یعنی پس دوباره باید نماز را از سر بگیرید